به نام خداوند پاک درود و سلام فراوان بر تک تک هموطنانی عزیز ما در هر گوشه و کناری که هستین. از خداوند پاک بر همه شما صحتمندی، سلامتی و کامیابی ها آرزو میکنم. به همین آرزومندی که همه هموطنان ما دارای صحت کامل هستند و یک زندگی خوشحال دارن، برنامه امروز آغاز میکنیم. بیاین دوستان که امروز از گوشت کلبس یک دلمه آماده کنیم. اما در ابتدا مواد لازمه را از صفحه تلویزیونتان نوت کنین. مواد لازمه دلمه کلبس: کلبس 250 گرم، مسکه 25 گرم، کچولو 5 عدد، مرچ تازه 1 عدد، بادرنگ شور 3 عدد، گشنیز خشک 2 قاشق چای خوری، مرچ سیاه 1 قاشق چای خوری، روغن به قدر ضرورت، نمک به قدر ضرورت. در ابتدا 2 عدد کچولو را جوش میدم. یک مقدار آب دیش اضافه میکنم. دو عدد کچلو را اضافه میکنم. سه عدد کچولو دیگر را پوست میکنم. ایره چپس پخته میکنم. از ترکاری ها به انواع مختلف دلمه آماده کردیم. امروز از گوشت کلبس بر شما دلمه آماده میکنم که چیزی که بسیار خوب مزه‌داری آماده میشه. به خاطر اینکه ما همیشه براتون گفتیم کوشش کنین که وقتی که غذاهایی را که پخته میکنین در پخت و پزتان یک کمه که تغییرات بیاره که بتونه اعضای خانواده و شوق ذوق نوش جان کنه. اگه تکرار باشه باز برای اعضای خانواده، چی میمون باشه چی اعضای خانواده باشه، خوشایند تمام نمیشه. کوشش کنین کمه که تغییرات در پخت و پزتان بیاره. چپس به خاطر که یک تعداد جوان هستن و اطفال خرد هستن بسیار زیاد دوست دارن. کوشش کنین کسایی که کمک وزنشان زیادتر است از کچلو کمتر استفاده کنین، به خاطر از اینکه نشایسته زیادتر داره، باز وزنتان زیادتر میشه. در وقتی که وزن انسان زیاد شد باز دیگه تکلیف برادن پیدا میشه، خصوصا تکلیف های پای دردی. کوشش کنین کمتر استفاده کنین. ایرک ورک میشویم. روی را بالای من قلم گذارم و یک مقدار روغن دیش اضافه میکنم. یک مقدار روغن دیش اضافه میکنم. روغن گرم میشه یک دانه مرچ تازه است ایره ریزه میکنم.
مرچ تازه را هم خرد خرد ریزه می کنم. کوشش کنین وقتی که مرچ تازه را ریزه می کنین و یا تخمش را می کشین دستکش اگر در خانه موجود بود دستکش بپوشین خوب تر میشه. اگر نبود وقتی که مرچ ریزه کردین دفعتا دستایتون هم روی آب و صابون بشوین. اگر خدای نخواسته و چشمتان یا بریتون بزنین باز یک سوزش فوق‌العاده شدید میکنه، زیاد باز برتون نقص میکنه. کوشش کنین که دفعتا دستایتون با آب و صابون بشوین. یک عدد مرچ ریزه کردم و سه عدد بادرنگ شوره است که ایرام خرد خرد ریزه میکنم. دیگه بخار حرارت خاموش میکنم، به می اندازه که بخار گرفته کفایت میکنه. میمونم که چند دقیقه بخارش بشینه. روغن سرخ شده کچل بره اضافه میکنم دیش. کمی نمکم بالای کچل اضافه میکنم. بادرنگ دیگر ریزه می کنم. سه عدد بادرنگ هم ریزه شد. چپس یک بار شور می کنم. بخار دیگم تقریبا ختم است. کچل را پوست میکنم. کمکه کچل گرم است. شما کوشش کنید که چند دقیقه بانین که سرد شود بود. بعد از او باز پوستش کنید. از دو کچل را پوست کردم. حرارت من خیلی خاموش میکنم و چپس میکنم. روغن گرم است. دوباره حرارت روشن میکنم. گوشت های کلبسه را دهش بریان میکنم. تمام گوشت های کلبسه سرخ شد.
دو عدد کچالو که قبلا جوش دادیم و پوست کردیم میره از طرفش هم میکشم. کچالو را از تراشه کشیدم. سه عدد بادرنگ شور همراه یک عدد مرچ تازه که ریزه کرده بودم این را بالای کچالو اضافه میکنم و یک مقداره که کم البته که از چار ایسه یک ایسیش مسکره همراه ازی مخلوط میکنم و همچنان مساله جات. بندازی دو قاشق چای خوری گشنیز خشک اضافه میکنم. یک قاشق مرچ سیاه. یک قاشق کمتر البته نمک. این را به طریق درستش خوب مخلوط کنیم که مسکه مرچ و نمک همراه کچالو خوب مخلوط شد. کچالو همراه مسکه و مسالجات مخلوط شد. اینا را دو دانه را یکی بالای دیگه مگذارم به این شکل. دیره آیست آیست به این شکل لوله میکنم. دیره باز امرای خلال چوبکای خلال دندانی ره بسته میکنم که باز بشه. چیزی که ساده آسان اما چیزی که بسیار خوب و مزه دار این آماده میشه. این به ترتیب ایستا ایستا رولا اندول ماها آماده شد. از ظرف میگیرم و ایره میکشم. نمیک شکلک منظم چپسان به ظرف بچینیم. اندول ما را که آماده کردیم میره آیسته آیسته ریزه میکنم. این چوبه کاشه دوباره میکشم. دانه دیگه شریزه میکنم. میکنم که ایده
به این شکل نمبانین که داخلش معلوم شود. دانه آخری زیرم به این شکل میمونم. یک دانه یک گلم از پوست بنجرمی آماده کردیم. دوستای عزیز، ای بود دلمه گوشت کلبسه که بر شما آماده کردیم. خدا کنه مورد پسند شما قرار بگیره.